اولین حالت از طراحی نورپردازی که ما میتونیم برای ویدیوهای خودمون ازش استفاده کنیم اسمش هست نور رامبراندی. این نور یک سری ویژگی ها داره که اونو خدمتتون میگم. ما توی این طراحی نور به دنبال این هستیم که یک مثلث نوری روی گونه سوژه خودمون از سمت مخالفی که منبع نور به اون تابیده میشه ایجاد کنیم. به دنبال این هستیم که سایه بینی به صورت مورب بر روی لبها بیفته و این کنتراست نوری به وجود بیاد که ما بتونیم سوژه خودمون رو توی تصویر جذابتر و بهتر ببینیم. توی این مدل از نورپردازی ما یک ویژگی بسیار مهم داریم و اون اینه که ما باید مرز بین قسمت روشن صورت سوژه و قسمت‌هایی که سایه می‌افته یک مرز مشخص و تند و تیزی باشه و این به این علته که ما از یک منبع نوری سخت استفاده می‌کنیم برای اینکه این حالت نوری رو به وجود بیاریم. این مدل از نورپردازی یکی از پرکاربردترین حالت‌های نورپردازیه که به ما یک تصویر دراماتیک میده که بتونه تصویر سوژه رو جذابتر و اثرگذارتر به تماشاگر نشون بده. توی این حالت از نور رامبراندی ما برای طراحی نورمون باید از یک منبع نور استفاده کنیم که اون رو میتونیم در سمت چپ یا راست سوژه قرار بدیم. نور ما باید در زاویه‌ای حدوداً 45 درجه در سمت چپ یا راست سوژه قرار بگیره. اما نکته‌ای که توی این نورپردازی خیلی خیلی اهمیت داره اینه که منبع نور ما باید در ارتفاعی بالاتر از سطح سر سوژه قرار بگیره، به طوری که نور از زاویه بالا به پایین تابیده بشه تا اون مشخصات و ویژگی‌هایی که توی قسمت قبل خدمتتون گفتم رو بتونیم توی صورت سوژه داشته باشیم.